فریده جان، ماشاءالله طفلت بسیار صحتمند شده. خوار جان، طفلم قبلا بسیار ضعیف و لاغر بود، خسته و بی‌اشتها بود، هیچ کلان نمیشد، بسیار به تشویش بودم. تا اینکه به کلینیک مراجعه کردم، دکترها گفتند سوء تغذیه داره. دکتر گفت ای تشویش نکو، برش دوا دادن. باز استفاده دوا حالتش کاملا تغییر کرده. خوار جان، خوب شد که گفتی. طفلک مام روز به روز لاغر شده میره. میشه پوشم دوا را بر مام بدی که به طفلکم و دیگه طفلایم از بازار بخرم؟ نه خوار جان، این دوای اودیوتیف یا محلوگه که میگه در بازار فروخته نمیشه. میگن اگر کسی بفروشه حکومت برش جزا میده. و تنها صرف مراکز صحی به اطفال که دروی سوی تغذیه داده میشه. افراد کلان و اطفال صحتمند نبود از دوا بخورن. به خاطر که حق اطفال سوی تغذیه است. تو هم به کلینیک مراجعه کن و ببین که دکتر برای چی میگه. خیتنا به طفلای مریض زیاده میشه، ایواز ازی به دیگه طفلای چی بتم؟ به طفلای جورت هر نوع غذا و میوه، سبزیجات، لبنیات بده. نه اوریوتیف. از تولد تا 5 سالگی مهمترین زمان رشد و انکشاف ذهنی و جسمی در اطفال می باشد. در این مدت طفل خود را همیشه به طور منظم به مرکز صحی به مایه نبیارید که اگر مصاب به سوء تغذیه باشد به موقع تشخیص و تداوی گردد. آریوتیف یک دوا است که از طرف مرکز صحی به صورت رایگان به مریضان سوء تغذیه داده می شود. این دوا به اطفال صحتمند و هم به افراد کلان داده نشود. این دوا حق یک طفل سوء تغذیه است که صحتمند شود و هیچ کس حق خرید و فروش آن را ندارد.